بیننده‌های عزیز و حالا هم دارد منیژه سبا آوازخوانی شناخته و محبوب تاجیکستان نزدیک می شود به تالار فیلارمونیا و به نزد ما. منیژه جان سلام. سلام. خوب هستی؟ رحمت. صحت سلامت هستی؟ شما خوبه؟ نوروز شما مبارک باشد. تشکر. نوروز شما مبارک باشد. منیژه جان این سالی که سپری شد برای منیژه چی ساله بود؟ سال فکر میکنم که همه سال بهترین هم بود. همین سال که گذشت سال خوب و بسیار برای من سال یک خاطرمان، سال یک پرفیض و نمیدونم دیگر چی بگویم. بسیار خوشبختی برای من آورد. مهمترین خوشبختی که در همین سال داشته چی است؟ مخفی است. مخفی است. سری بانوها همیشه پوشیده به. بله همینش خوبتر است. حالا برگزاری همین گونه برنامه‌های کنسرتی میانی همزبان‌ها چه ایران است و چه افغانستان است و چه تاجیکستان، آیا میتواند که یک محبت و صمیمیت مردم بیشتر بکند؟ من راستی زیاد میخوام که کنسرت‌های مثال بین افغان و ایران و تاجیکان زیادتر شوند و دوستی ما باز هم نزدیکتر شود، چون که حاضرم نزدیک است و از این زیاد شود. معمولا در جشن نوروز در خانواده خودت با چی کار مشغول هستی؟ چی کارهایی میکنی؟ اول وقتی که صبح میخیزیم تازه کاری میکنیم با رو بچین خانه و بعدا تاوم و سومنک یک شب پیش سومنک تیار میکنیم و کدام دختری که مثال در دل چی ارزوی دارد سومنک رو میکوبد، اگر که از اون چهارمغز پیدا شود بسیار خوب میشود. ارزوش میرسد؟ بله. پس ارزوی خودت در سالی که پیش روی ما هست در این سال 1397 هجری چی است؟ چه ارزو داری در این سال؟ هر یک هنرمند این ارزو رو دارد کنسرتی نخستین خود را برپا کند بهر مخلصان عزیز خودش و بعدا در کشورهای خارج. یک رگ یک هنرمندی تاجیک صنعت تاجیک را به دیگر کشورهای خارج معرفی کنم. موفق باشه، دست درد نکند و خدا کند که به همه آرزوهایی که در دل داری در این سال پیش اومده برسی. تشکر. خب منیژه جان تشکر میکنم، از خودت زنده باشی و خدا کند که سال بابرا رو موفق باشد برای خودت و اینم اون گلبون زیبایی که آرزو دارم که مثل همین گلها همیشه شکوفان باشی. تشکر زیاد. زنده باشی. سلامت باشی. آنکو عکس. بیننده های عزیز، خانم قشنگ و زیبا و نازنین فرنگیس دنیا دارد تمام دنیا را برای ما هدیه میکند. سلام علیکم. سلام علیکم. نوروزی شما مبارک. تشکر. نوروزی شما هم مبارک باشه. بیننده های عزیز، در برابر اون که فرنگیس آوازخوان خوب هست و امروز در این برنامه کنسرتی همچنین دیگه مجری این برنامه هم هست، راوی همین برنامه هم هست. این نخستین تجربه خود هست نه؟ نه نخستین نیست. من پیشتر به حیث راوی برنده فعالیت میکردم. حاضر باشد هم کمی برندگی هم میکنم و سرود هم میخونم. برای یک خانم 40 هنر هم کم است. شاید درست باشد. خب فرنگیس جان چه سالی بود؟ سالی که سپری شد سال موفقی بود برای خودت؟ خدا را صد شکر میگویم که سال 2017 برایم خیلی سال پربرور بود، چون زیاد کار کردیم، در کنسرت های کلام برآمد کردم، فعالیت کردیم، در جستجو بودیم و انشاءالله که علاقه سال 2018 هم خوب سر شد. برای یک بانو آمادگی گرفتم برای همین جشن نوروز در خانواده خیلی زحمت طلب است. آیا در خانواده کارهایی هست که خودت انجام میدهی یا که نه دیگرها انجام میدهند؟ میدونید ما همه وقت صنعتکاران در آمد آمدی نوروز، در سال نو، در همه ایدها همیشه ما سرکار هستیم حتما. و اگر که در خانه باشیم و در استراحت باشیم، اگر کنسرت نداشته باشیم، حتما البته کدبانو هستیم در خانه. چه برنامه های تازه دارید برای سال جدید؟ البته در سال نو علاقه سرود های جدید، کلیپ های نو بیرون از تاجیکستان برای همه مخلصان چند سورپرایز های خوب داریم. موفق باشید، دست درد نکند و خدا کند که به تمام آرزوهات برسید. تشکر. از فرصت استفاده برده تمام مردم تاجیک و فارسی زبانانی روی دنیا را با جشن نوروز مبارک باد میگویم. خوشبخت باشید، آباد باشید. موفق باشید. تشکر میکنم از شما، زنده باشید، دست شما درد نکند و این همان گلبون زیبا برای شما. تشکر برای گلهای زیبا. سلامت. موفق باشید. بفرمایید. بیننده های عزیز، و بازم یک ستاره پرجلای سمای هنر تاجیکستان انیسه عزیز دارد پیش ما میاد. انیسه جان درود، خوش آمدی و نوروزت خجسته بود. تشکر زیاد. نوروز شما مبارک باشد. نوروز را به همه آنهایی که نوروز را جشن میگیرند تبریک میکنم. و برای خودت نیز
سال بابراری را تمنا میکنم و خدا کند که سال موفق و سال عشق و صداقت و آهنگ‌های تازه باشد برای خودت. و اینم اون گلبن زیبا از شبکه ایران اینترنشنال برای شما. تشکر زیاد. ممنون. بفرمایید. و یک ستاره پرجلا، ستاره آسمانی هنر، از دور دور دارد به نزد ما میاد. از خود کانادا به دوشنبه رسیده، رسا رازمری، آوازخوانی محبوب و پرآوازه افغانستان. رسا جان خوش آمدی، نوروزت مبارک و خدا کند که سال خوب و بابرار باشد برای خودت. خوش آمدی. زنده و سلامت باشین برای شما و همچنین شما و مردم تاجیکستان، به خصوص مردم شهر زیبای دوشنبه. عید تبریک میگم و سال نو همچنین. اون هموطنانی که در خارج از کشور هستند، آیا دلشان دق میشد، دلشان تنگ میشد برای نوروزی که در وطن خودشان بودند؟ اونو چجوری نوروز جشن میگیرند؟ مسلمه که دلنا دق میشه. نوروز و بهاری که در اینجی هست، در شهر ما، در میهن ما، در مملکت های اصلی واقعی خود ما هست، یک حال و هوای دیگه داره، یک بوی دیگه داره، بوی گل میده، بوی عطر میده، فضا یک خیلی خوبه، در کل خیلی خوبه. حالا شما از خوشبخترین شخص های هستید که در وطن نوروز هستید دیگه. تاجیکستان وطن نوروز است. دقیقاً. من واقعا خداوند شکر میکنم که این موقعیت پیدا کردم برای اولین بار در زندگی در شهر بهار، در شهر باشم مردم های مهمان نواز، مردمانی سرشار از انرژی، شادی و خوشی هستن و من خیلی خوشحالم و احساس خوشبختی میکنم از اینکه امسال در بهار در جمع شما و اینجا هستم. این سالی که سپری شد چه موفقیت های داشتی؟ آیا سال موفق بود؟ آیا سال بابرار بود؟ در زندگیت از این سال با چی یاد خواهی کرد؟ برای من سال خوبی بود، زیاد بد نبود و اتفاقای زیادی برای من افتاد، اتفاقای جالبی هم برای من افتاد، تجربه های جالبی هم برای من اتفاق افتاد و از او تجربه های سال گذشته برای سال آینده استفاده میکنم برای بهتر شدن. هیچ انتظاری از سالی در پیش آمده دارید؟ چی برنامه های تازه دارید که میخواهید که به این آرزوهاتون برسید در این سال تازه، سال نو؟ برنامه که خیلی زیاد دارم، اینقدر برنامه زیاده که تو این دلی کوچک آرزوها خیلی زیاده. خیلی زیاد، خیلی زیاد، هم آرزو زیاده هم برنامه خیلی زیاده. انشالله در برنامه های بعدی و کانسرت های بعدی هم که به زودی هم هست باز شما رو خواهیم دید حتما در شهر زیبای تاجیکستان. و برنامه خیلی زیاده، ویدیو کلیپ، میوزیک های خیلی جدید، میوزیک های دلنشین، آهنگ های جالب، ویدیو کلیپ های خیلی زیبا، خبرهای زیاد. حالا چه فکر داره که برگزاری همین گونه برنامه های کنسرتی که برنامه های مشترکی دارد تهیه میکنند، آیا برای همزبان ها، برای ایران و افغانستان مشترکان برنامه ها تهیه میکنند، آیا میتوند که باعث یک اتحاد و دوستی و آنها را بیشتر بکنند؟ صحیح، بله، 100%. به خاطر که ما همه همزبان هستیم، ما همه تقریبا هموطن هستیم در اصل. میگن که همدلی از همزبانی بهتر است. خدا کند که همه ما همدل باشیم و این محبت و صداقت خودمون از طریق آهنگ و سرود به قلب های یکدیگرمون برسونیم. بله دقیقاً. زبان آهنگ و زبان شعر یک زبان بین المللی، یک زبانیه که هر آنچه که از دل برایت لاجرم بر دل نشیند. سپاس فراوان از شما، دست شما درد نکند. خیلی خیلی خوش آمدید و نوروز شما مبارک و این گلبن زیبا و قشنگ و نازنینم از شبکه ایران اینترنشنال برای شما. چه گل زیبایی، تشکر. جهان سپاس. این گل هم مثل مردم تاجیکستان رنگ و وارنگ هست، خوشبو هست و خیلی زیبا. موفق باشید. سلامت باشید. بفرمایید. بیننده‌های عزیز، یک دختر خانم خیلی قشنگ و نازنین دارد، از خود هندوستان میاد، بسنتی. دارم شوخی میکنم، البته این بسنتی اسم مستعار بسنتی جان است که نام اصلیش هم نمیگیم. نه، نام اصلیش هم نمیگیم. این بسنتی نام مستعار است که از چند وقت بعد این سو این نام رو به خودت انتخاب کردی؟ تقریبا اولا سلامی خود را بر مردمی تاجیکستان، افغانستان، ایران، مخصوصا فارسی زبان نامی رسانم. خوشحال هستم با شما هستم. بسنتی تقریبا یک 10-12 سال میشه. آفرین، آفرین. خب این آوازخوانی در دنیای هنر برای خودت چه عشق و محبتی از کجا پیدا شد؟ از آوانی کودکی بود یا که نه به تازگی دیگه بزرگ شدی و بعد خواستی که آوازخوان شدی؟ بسیار زیاد تشکر، سوالی بسیار خوب بود. راستی من مثل که بر خود علاقمند دارم، منم علاقمندی یکی از بچه های فیلم هندوستان شدم.
علاقه اونا مره به هنرمندی. پس همو عشق فیلم هندی تو را بسنتی کرد؟ فکر کنم بله. آره بله. اما سبک آوازخوانیت که به مثل هندی ها نیست، سبک آوازخوانیت مثل همون آوازخوان هایی که خودمون هست. بله اما خوبتر است، ما فارسی زبانیم، خوبتر است که یعنی فارسی باشه، اما آهنگ هندی هم دارم در این کنسرت و پیشکش شما و پیشکش مردم که ما را میبینن یعنی میشنون برانو میکنیم. در همین برنامه کنسرت هم یک آهنگ هندی اجرا میکنی؟ بله حتما. آ بابا، پس میشنویم این آهنگ هندی را از بسنتی تاجیکی. حتما حتما. موفق باشید، دست درد نکند و خدا کند که در همین بهار همیشه دیگه شکوفان و زیبا و قشنگ باشید. سلامت باشید، آرزویی دارم که در بهاری دیگه هم با شما و با علاقمندان خود باشیم. بازم تشکر. بسنتی عزیز و نازنین، فکر میکنم که این گلبون زیبا بهار شما رو، نوروز شما رو بازم قشنگتر و زیباتر میکنه. زیاد تشکر. بار دیگه هم نوروز بر تمام مردم فارس زبانان مبارک. موفق باشی، خوشبخت باشی و بفرمایید. بینم آوازخوانی پرآوازه و شناخته افغانستان مهدی جان فروخ، درود بر شما مهدی جان. خوش آمدید، صفا آوردید. سلامت باشین، زنده باشین. سلام خدمت شما و خدمت تمام بینای تلویزیون شما. بسیار زیاد خوشحال هستم که شما را اینجا میبینم. بسیار زیاد خوش شدم. بخیر باشین. سال نو برای تمام فارسی زبان دنیا، برای تمام مردم دنیا تبریک میگم. از خداوند میخوایم یک سال صلح و آرامی داشته باشه در تمام کشور، بخصوص کشور ما افغانستان. بله مهدی جان، حالا چه اندیشه داری که همین گونه برنامه های کنسرتی، برنامه های هنری وقتی که مشترکاً اجرا میشه تا چه اندازه میتونه که محبت و صداقت و صمیمیت مردم با هم بیشتر بکنه؟ هنر خودش زبان است، لیکن بازم که ما و شما هم فرهنگ هستیم، هم زبان هستیم، هم از خون یکی دیگه هستیم. این که کشورها جدا شده، این برنامه‌ای که بساب برگزار میشه، نزدیکی تمام ایران، افغانستان، تاجیکستان، تمام فارس یک جای میکنه. فارسی زبان‌های تمام دنیا خیلی خوشحال میشن که یکی دیگر را ببینن و از فرهنگ یکی دیگر خبر شون. حالا چه آرزو دارید که یک روز بشه که همین گونه برنامه‌های هنری در افغانستان از مشترکاً اجرا بشه؟ خب بله بله، آرزو داریم خداوند اول صلح در وطن ما بیاره، دعا کنیم و آرزو داریم که از تاجیکستان تمام فارسی زبان‌های دنیا با هم یک جا در یک صف هم صدا با محبت با هم بخوانیم، خوش باشیم و از یک حال یکی دیگه خبر شویم. حالا همین شب و روز که دیگه حال و هوای نوروزی هست که در بلخ بزرگ و در اونجا که دیگه جشن نوروز با عنوان همون گل سرخ و دیگه برنامه های خیلی زیاد تفریحی جشن میگیرن، همین شب و روز دیگه چه آمادگی های هست، چه ویژگی های هست در نوروز افغانستان؟ خب اگرچه مشکلاتی که مشکلات امنیتی در افغانستان است، بازم مردم خوش است. مردم به خاطر یک چند روزی که خوش بانن، روز نوروز، تمام روزهای نوروز به ملی گل سرخ میرن، دیار مولا علی میرن، با هم خوش میباشن و خداوند یک صلح آرامی اضافه تر در وطن ما بیاره که همیشه خوش باشیم و هر وقت ما نوروز، هر روز ما نوروز، هر شب ما براد باشه با مردم تاجیکستان، با مردم ایران، با تمام مردم، به خصوص مردم فارسی زبانی که در نزدیک هستیم لیکن کمکی دور شدیم. خداوند ما را یک جای بسازه. حالا این سال سگ که دارد میاد، چی توقع داری از این سال؟ چی برنامه هایی هست که در دل شما که میخوای که عملی بشه در همین سال؟ خب در این سال از همه اولتری که در وطن ما صلح به ما خیلی مشکل داریم. ما قلب ما صلح میخواهد لیکن نمیدونیم چرا وطن ما با این حالت گرفتار است. خب از خدا میخواییم که صلح در وطن ما بیاید و دیگری که با مردم، تمام مردم دنیا ما را به یک دید دیگه ببینن. ما خیلی کسایی هستیم که صدای ما به صلح برند میشه، بخصوص ما آهنگ اخیر خود که ثبت کردم به نام دیگر جنگ در وطن ما بس است. یا آهنگم آدیو است، خیلی طرفدار در افغانستان پیدا شد به خاطر این پارچه. خود ما فهمیدم که ما مردم از جنگ خسته شدیم، ما آرامی میخواهیم، خوشی میخواهیم، محبت میخواهیم که خداوند به این آرزو ما مردم برسانه. خدا کند که تمام مردم افغانستان و در سیمای شما میگم که صلح در سراسر کشور افغانستان برقرار شود که مردم با شادی و خرسندی عمر خود را سپری بکنند و مثل نوروز همیشه شکوفان و خندان لب باشند. از زنده باشین، خداوند دعای شما را قبول کنه. ما هم دعا میکنیم که تمام دنیا آرام باشه و به خصوص مردم فارس، تاجیکستان، ایران خوش باشند، هیچ وقت روی غم نبینند. ما افغان‌ها آری.
میدجان تشکر میکنم از خودت، زنده باشد، دست درد نکند و خدا کند که تمام مردم افغانستان به آرزوهای دیرینه خود برسند و مثل این گلهای شکوفان و قشنگ و نازنین نوروزی همیشه خوشبو و معطر باشند. زنده باشین، سلامت باشین. ما هم امیر از خدا میخوایم که شما مردم اید سوی آمو هر دوش مانند این گلها تازه باشند. موفق باشید. تشکر. خداحافظ. بیننده های عزیز و این هم استاد امیرجان صبوری، ستاره پرجلای صنعت موسیقی تاجیکستان و افغانستان و تمام فارسی زبان ها. خوش آمدید. تشکر. جان شما جور باشه، به خیر و سلامت باشین. سال نو نوروز مبارک میگم برای همه خلقای افغانستان و تاجیکستان و همه حوزه‌ای که نوروز تجلیل میکنه. نوروز هایی که در یاد شما هست، حالا میشد بگید که چه خصوصیت های داشتن اون نوروز هایی که شما جشن می گرفتید؟ از آوان کودکی چه خاطراتی از همین نوروز دارید؟ نوروز ها جشن طبیعت است، هم با هم شباهت دارن، مگر در افغانستان به خاطر جنگ ها و جدال هایی که است، به خاطر عدم امنیت و صلح، نوروز های آخر زیاد خوش نمی گذره. ولی خوشبختانه که در تاجیکستان همیشه نوروز ها به خوشی و به شکوه و جلال تجلیل می شه. خدا کند که افغانستان کشور همسایه ما هم به این روز برسد که صلح و آرامش اونجا باشد و تمام هنرمندا و آوازخوانها و مردم افغانستان هم همین گونه شادی و خرسندی نوروز داشته باشند. ان شاء الله به امید خدا، ما هم امید داریم که اینطور شود. اما این سالی که سپری شد، چه آهنگای تازه داشتید، چه همکاری های داشتید با این آوازخوانها، چه آهنگای تازه خودتان داشتید، چه خاطراتی از همین سال با خودتان میبرید؟ سال گذشت ما آهنگای جدید زیاد داشتیم برای آوازخانه تاجیکستان، آوازخانه افغانستان. ما خودم برای خودم آهنگای ساخته بودیم. به هر صورتش امسال فکر میکنم کارهای ما بهتر باشه. اما در مورد سفرهای هنری تان چی؟ سفرهای هنری، برنامه های کنسرتی خیلی زیاد بود؟ برنامه های کنسرتی زیاد بود، بله. در تاجیکستان، افغانستان، ترکیه و قرار است که با اروپا هم بریم برنامه. این برنامه هایی که قرار است که سال آینده برگزار شود، نه؟ بله بله. تشکر میکنم از شما، زنده باشید، موفق باشید و نوروز خوب و خوش را برای شما آرزو میکنم. برای شما همچنان. تشکر از شما هم. زنده باشید. و این هم اون گلبن زیبا و قشنگ و نازنین از شبکه ایران اینترنشنال برای شما. تشکر. سلام ما به ایران اینترنشنال. زنده باشید. بفرمایید.